سلام به تمامی حاشیه نیوزی های عزیز و دوستداران مطالب نظامی ایران و جهان. به برنامه دیگه از نظامی ترین رسانه یوتیوب فارسی خوش اومدید. در روزهای اخیر گروه های پروازی پهپاد کرار رهگیر مسلح به موشک هوا به هوا به مناطق پدافند هوایی ملحق شدند. در این ماموریت سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش و امیر علیرضا صباهی‌فر فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش حاضر بودند. پهپاد کرار رهگیر مسلح به موشک مجید که با نام طرح رسول شناخته میشه، نتیجه همکاری و همافزایی وزارت دفاع و نیروی پدافند هوایی ارتش. این پهپاد که با هزینه خیلی کمتر از هواپیماهای باسرنشین قابلیت انجام عملیات رهگیری و انهدام هواگردهای متخاصم رو داره، مورد استفاده قرار گرفته. موشک پدافندی مجید که در طرح رسول به کار رفته، دارای ردگیری حرارتی و تصویری برای هدف و دنبال کردن اون هستش و یک دستاورد کاملا بومی به حساب میاد. پهپاد کرار مسلح به موشک مجید در رزمایش پهپادی ارتش در مهر ماه سال جاری با موفقیت هدف واگذاری رو انجام داد. الحاق این پهپادهای طرح رسول به یگانهای پدافندی در سراسر کشور به دلیل هزینه کمتر نسبت به هواپیماهای باسرنشین و خطر کمتر، قسمت اساسی از عملیات پدافند هوایی رو به صورت تاکتیکی و در هر مکان جغرافیایی فراهم میکنه. با ما تا پایان همراه باشید تا با هم به تماشای این سامانه جدید ایرانی بشینیم. و اگه تا حالا به جمع ما نیامده بودید، کلید لایک و سابسکرایب رو بزنید تا همیشه با هم همراه باشیم. در یک گفتگو امیر سرتیپ دوم نصرالله هوشمند فرمانده منطقه پدافند هوایی جنوب شرق کشور به الحاق سامانه‌های پدافندی رسول به سراسر کشور اشاره کرده و اظهار کرده که چیدمان لایه به لایه سامانه‌های راداری و موشکی نیروی پدافند هوایی با اضافه کردن سیستم پدافندی رسول به شکل کامل‌تر و مستحکم‌تری دست پیدا کرده. او به توانمندی این سامانه‌ها در مقابل با تهدیدات هواپایی اشاره کرده و اضافه کرده که پهپادهای کرار مجهز به موشک‌های هوایی مجید امروز در دسترس نیروی پدافند هوایی قرار گرفتن و این یه وسیله توانمند در مقابله با تهدیدات به شمار میاد. با بهره گیری از این تجهیزات بومی، نیروی پدافند هوایی قدرت پاسخگویی به هر نوع تهدیدی در هر مکان جغرافیایی از جمله دریا و خشکی رو خواهد داشت. فرمانده منطقه پدافند هوایی جنوب شرق هم اضافه کرده که منطقه ما که با سواحل مکران، تنگه راهبردی هرمز و خلیج همیشه فارس روبرو هستش، به وضوح نیاز به چنین پهپادهایی با قابلیت رهگیری و درگیری داشته و بدون شک این سامانه ها نقطه عطفی در توان دفاعی کشور و مقابله با تهدیدات هواپایه به حساب میاد. امیر سرتیپ دوم ارسلان پرویز فرمانده منطقه پدافند هوایی شرق ارتش در جمع کارکنان این یگان در خصوص الحاق پهپادهای پدافندی به این نیرو در سراسر کشور گفته که سامانه پدافندی رسول در لبه تکنولوژی روز دنیا قرار داره. امروز جمهوری اسلامی ایران به دست با کفایت فرزندان دانشمند خودش تونسته با تلاش شبانه روز یه مجموعه نیروهای مسلح به این افتخار دست پیدا بکنه و ایران اسلامی رو با دستیابی به این تکنولوژی جز معدود کشورهای برخوردار از این توانمندی بدونه. فرمانده منطقه پدافند هوایی ارتش در شرق کشور با بیان اینکه عمق دفاع راهبردی کشور رو صدها کیلومتر ورای مرزها تعریف کردیم گفت سامانه پدافندی رسول در لبه فناوری و تکنولوژی پدافندی روز دنیا قرار داره. در مسئله دفاع از کشور، پدافند هوایی در اولویت نخست اهمیت قرار داره و به این جهت این نیرو باید از پیشرفته ترین تجهیزات در سطح دنیا برخوردار باشه. منطقه راهبردی پدافند هوایی جنوب شرق به عنوان یکی از نقاط حساس و تاثیرگذار در جغرافیا و اقتصاد جهانی در کامل ترین شکل توسط دشمنان فرامنطقه‌ای احساس و در رزمایش‌های پهپادی کشورهای همسایه سیگنال‌های اقتدار پدافند هوایی ایران را به خوبی دریافت کردند. امیر سرتیپ دوم علی اسدی فرمانده منطقه پدافند هوایی غرب تاکید کرده که پهپاد کرار مسلح به موشک مجید به عنوان سامانه دفاع هوایی بدون سرنشین با حرکت و سرعت بالا، سامانه های پدافند زمینی با سرنشین رو جایگزین کرده و قابلیت کشف و رهگیری هدف‌ها در شرایط مختلف رو داره. او اظهار کرده که افزایش توان رسم پدافند هوایی و بازدارندگی در مناطق مختلف سرزمینی و هوایی یکی از ویژگی‌های مهم این سامانه هستش. فرمانده منطقه پدافند هوایی غرب اضافه
اضافه کرده که موفقیت تست عملیاتی پهپاد کرار مسلح به موشک مجید با قابلیت رزم هوایی توان رزمی پدافند هواپایه را به شکل چشمگیری افزایش داده و تاثیر مستقیمی در افزایش قابلیت بازدارندگی دفاعی داره. این الحاق نشان دهنده اعتماد و عزم قوی متخصصان داخلیه. او در خصوص مزیت‌های راهبردی سامانه پدافندی رسول اظهار کرده که با بهره‌گیری از این سامانه پدافندی امروز نیروی پدافند هوایی در حوزه رهگیری و درگیری به جای استفاده از جنگنده‌ها که با هزینه‌های گزافی همراه هستش، از سامانه‌های پهپادی با قابلیت مقابله با انواع هواگردها استفاده می‌کنه. فرمانده منطقه پدافند هوایی ارتش در شرق کشور اضافه کرده که سامانه پدافندی رسول عمق راهبردی و دفاعی کشور را افزایش می‌ده و با بهره‌گیری از این سامانه تاکتیک و تکنیک‌های عملیاتی در صدها کیلومتر ورای مرزهای هوایی کشور قابل تعریفه. او در پایان خاطر نشان کرده که نیروی پدافند هوایی در تمامی حوزه‌های ماموریتی به خودکفایی رسیده و در تولید انواع سامانه‌های راداری در بردهای فرکانسی متنوع، انواع سامانه‌های فرماندهی، کنترل و انواع سامانه‌های جنگال و پهپادی به توانمندی‌های قابل توجهی دست پیدا کرده. امیر سرتیپ دوم عباس عظیمی، فرمانده منطقه پدافند هوایی شمال غرب کشور، در حاشیه آیین الحاق پهپادهای کرار به منطقه پدافند هوایی شمال غرب ارتش به ویژگی‌های این پهپاد اشاره کرده و اظهار کرده که پهپاد کرار رهگیر مسلح به موشک مجید تحت عنوان طرح رسول حاصل همکاری و همافزایی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نیروی پدافند هوایی ارتش که میتونه با هزینه خیلی کمتر از هواپیماهای باسرنشین شکاری عملیات رهگیری و انهدام هواگردهای متخاصم رو انجام بده. او اضافه کرده که موشک پدافندی مجید که برای هدف قرار دادن اهداف در طرح رسول استفاده شده به دو صورت حرارتی و تصویری هدف رو رهگیری و دنبال میکنه و یک دستاورد کاملا بومیه. پهپاد کرار مسلح به موشک مجید در رزمایش پهپادی ارتش در مهر ماه سال جاری با موفقیت هدف واگذاری رو منهدم کرد. فرمانده منطقه پدافند هوایی شمال غرب، افزایش عمق دفاعی، ارتقای ظرفیت پدافند تاکتیکی، انعطاف تغییر فضای درگیری پدافند از سکوی زمینی به سکوی هوایی، صرفه‌جویی در اقتصاد دفاعی و افزایش قابلیت تحرک و جابجایی مؤلفه‌های توان رزم پدافندی از سایر ویژگی‌های کرار عنوان کرد. بدین ترتیب به پایان این برنامه از حاشیه نیوز رسیدیم. تا یه برنامه دیگه از این کانال، خداوند یار و نگهدارتون.